نفر که برای یک ویدیو یوتیوب به یک تیمارستان تسخیر شده میرن و از گذشته خطرناک اینجا بیخبرن. گیلاس سلام، امروز براتون فیلم گنجیام یک تیمارستان تسخیر شده آوردم. یکی از فیلم‌های خیلی خفن آسیا هستش و جزو فیلم‌های فاند فوتج حساب میشه که رتبه‌های اول هم به خودش اختصاص داده. فاند فوتج از دست فیلم‌ها هستش که از دوربین‌های گوشی، دوربین‌های هندیکم و کلاً از دوربین‌های شخصیت شما فیلمو می‌بینید و حس می‌کنید که خورد جای اون طرف بوده، به خاطر همینم وحشت فوق‌العاده بالایی دارن. ببخشیدم سلام یکم گرفته دیگه، خب مشخصه مدتم کم کار بودم به خاطر این مریضی اصلا عصب تمومم نمیشه. ببینیم حواستون نسبت به کامرا صحنه خشنش باشه. با شروع فیلم دو تا پسر نوجوان رو می‌بینیم که به تیمارستان مخروبه رفتن. اسم اینجا تیمارستان گنجیامه. این دو نفر دارن از خودشون فیلم می‌گیرن و صدای پینگ پنگ بازی کردن یکی رو می‌شنون. روبروی سلول 402 وایسادن و یه انگار از چیزی می‌ترسن. در آخر هم چهره یه نفر توی اتاق معلوم میشه و می‌نویسه که این دو نفر از این روز کلاً ناپدید شدن. حالا مردی به اسم هاجون رو می‌بینیم که این فیلمو به عنوان قسمتی از پست جدید کانال یوتیوبش یعنی هارر تایمز منتشر کرده و توضیح میده که چه بلایی سر بچه‌ها اومده. تیمارستان گنجیام یکی از جاهای خیلی خوب بوده توی این کشور، ولی یه دفعه توی یه سال همه افرادی که اینجا بودن به همراه بیمارا خودشون جون خودشون رو میگیرن. مدیر اصلی تیمارستان هم کلا ناپدید میشه. بعضی جاها نوشته توی این مکان آزمایش‌های وحشتناک روی مردم کره توسط ژاپنی‌ها انجام می‌شده. بعضی‌ها هم میگن که شکنجهگاه بوده و خلاصه هر کی نظر خودش رو در مورد این مکان داره. اما همه توی یه چیز با هم معتقدن، اینکه همه اتفاق‌ها باعث شده این مکان تلس شه و کسی نباید پاش رو اینجا بذاره. هاجون در آخر حرفاش اعلام میکنه که چند روز دیگه با یه گروه میخوان از تیمارستان گنجیام گزارش زنده تهیه کنن و ویدیو به پایان میرسه. حالا روز موعود رسیده و گروه هاجون رو میبینیم. سه تا دختر به اسمهای شارلوت، آهیون و جیهیون همراه با سه تا پسر دیگه به اسمهای سونگ هون، جیون و سونگ ووک. این 6 نفر قراره برن داخل تیمارستان و هاجیون هم قراره بیرون بشینه و گزارش رو تهیه کنه و لایو رو مدیریت کنه. یکم باهاشون آشنا میشیم که علاقه زیادی به این برنامه دارن و هاجیون هم میگه که میخواد با این برنامه لایو حداقل 1,000,000 بازدید جمع کنه. کمی هم شایعه‌های مرتبط با تیمارستان صحبت میکنن که بعضیا گفتن روح بیمارها و یه سری دختر دبیرستانی اون اطراف مشاهده شده، چون بر اساس مشاهدات یه سری دختر دبیرستانی برای مسخره بازی میرفتن اینجا، اما انقدر شرایط بد میشده که در آخر یا میمردن یا میرفتن توی کما. بعضیاشون هم چند روز بعد جون خودشون رو میگرفتن. نکته جالب اینه که شاید خیلی ها هم از این مکان بازدید کردن و سالم برگشتن، اما هیچکی تا به حال نتونسته وارد اتاق شماره 402 بشه. اما بچهای این گروه میخوان این کارو بکنن تا بازدید بره بالا. حرکت میکنن و وسط راه یه مسابقه میذارن که بفهمن کی اول در اتاقو باز کنه و قرعه به نام یکی از دخترها یعنی جیهیون میفته. بالاخره میرسن و ورودی اصلی کاملا بسته است، برای همین یواشکی از طرف دیگه میرن داخل و تو محوطه باغ اصلی چادر میزنن تا هاجیون بتونه لایو یوتیوب رو مدیریت کنه. بعد خوردن شام دوربین ها رو وصل میکنن و از باغ سمت بیمارستان راه میفتن. یه دفعه صدای وحشتناکی میاد و همه میترسن، اما فقط یه پرنده است. کمی جلوتر یه لباس زیرم پیدا میکنن و با بستنش به یه درخت راهی که ازش اومدن علامت میذارن که گم نشن. بالاخره به در اصلی میرسن که روش نوشته وارد شو و بمیر. لایو یوتیوب همین لحظه شروع میکنن و بی توجه به علامت وارد میشن، در حالی که هاجیون با استفاده از نقشه تیمارستان بهش راه رسیدن به سلول 402 رو میده. به طبقه دوم میرن، برنامه اینه که اول از اتاق مدیر اصلی تیمارستان فیلم بگیرن. برای همین دوتا از دخترها یه سری آب مقدس و لوازم آماده میکنن که اگه اتفاق مراتبی افتاد با اونا بفهمنش. سونگ ووک هم داره از بیرون برای بیننده ها برنامه رو میگه و یه رفعه در اتاق مدیریت با قدرت بسته میشه. با استرس میرن سمتش و داخل اونجا یه سری عکس از بیمارها و جلسات مختلفه. توی یکی از عکس‌ها مدیر تیمارستان داره پینگ پونگ بازی میکنه و همه یاد ویدیو اون دوتا نوجوان میفتن که اول فیلم هم دیدیم، چون توش صدای توپ پینگ پونگ میومدش. یه صدای بلند میاد و با نگاه به سقف چیزی شبیه موی انسان میبینن و خیلی میترسن. برای همینم با سرعت اتاق بیرون میزنن و توی همین فرار به دو دسته تقسیم میشن. تصمیم میگیرن همینطوری هم کارو ادامه بدن، اما سونگ ووک و سونگ هون با پیشنهاد مدیر کانال یعنی هاجیون به اتاق مدیریت برمیگردن تا یه مراسم اجرا کنن و ویوهای پیج بالاتر بره. دو تا دختر دیگه یعنی شارلوت و جیهیون هم رفتن به زیر زمین تیمارستان. شارلوت خودش هم کانال یوتیوب داره و برای طرفداراش روی دیوار اسم خودش رو مینویسه، البته که زیر اسمش از قبل یه جمله نوشته شده: بیا زندگی کنیم.
به گشتن ادامه میدن و کلی اسم و جمله دیگه هم روی دیوار هست. یه رفع چراغ قطع و وصل میشن. با راهنمایی هاجون میفهمن آزمایشگاه اصلی تیمارستان توی همین زیرزمینه و بالاخره بهش میرسن. همه لوازمش نابود شده و کلی آزمایش و عکس هم روی زمینه. یه عروسک هم هست و در حالی که شارلوت داره همه چی فیلم میگیره، شیشه آزمایش رو میندازه زمین که توش لاشه یه مور بوده. خیلی میترسه و لایو یوتیوب حالا دوربین جیون رو نشون میده. جیون همراه اون یکی دختر یعنی آهیون به طبقه سوم تیمارستان میرن، جایی که انگار صداهای عجیب همیشه از اینجا میومده. یه میز پینگ پونگ همراه چند پرنده مرده هم پیدا میشه و به حمام تیمارستان میرسن. تو اینجا هم یه دوربین نصب میکنن که همه چیزو ضبط کنه و در همین حال لکه روی دیواری که خیلی شبیه یه انسانه. قسمت دیگه همون یه حوض پر آبه که وقتی نزدیکش میشن یه رفه موی انسانی توش میبینن، اما خب فقط یه کلاهگیسه و ترسشون کم میشه. دوباره میایم پیش شارلوت و جی هیون. بعد خروج از آزمایشگاه زیرزمینی به طبقه 4 میرن، جایی که اتاق 402 روبروشونه. یه دوربین همین نزدیکی نیز دارن و برای بیننده ها تعریف میکنن که هیچ کی تا به حال نتونسته بیاد تو این اتاق، حتی اگه یه نفر تلاش باز کردنش کنه در نهایت یه بلایی سرش میاد. دوتا دیگه از افراد هم میان همینجا و سعی میکنن در باز کنن، اما باز نمیشه و هاجیون بهشون میگه به طبقه اول بیاید چون میخوایم یه مراسم اجرا کنیم. به اتاق مدیریت تیمارستان میرسن، جایی که سونگ ووک و سونگ هون دستور گرفته بودن لوازم رو آماده کنن. آهیون با سوزوندن یه برگه که انگار تلسمه مراسم رو اجرا میکنه تا با ارواح صحبت کنه. بقیه هم میشینن و با دعا کردن از روحا میخوان خودشون رو نشون بدن. یهو شمع‌ها خاموش میشن، زنگ‌هایی که آویزون شدن به لرزیدن شروع میکنن و یه رفعه همشون میافتن. همه با وحشت از اتاق خارج میشن و حالا از دوربین نصب شده توی اتاق میبینیم سانگ هون و سانگ ووک بودن که همه اینا رو صحنه‌سازی کردن تا بقیه بترسن و لایو باحال‌تر بشه. این دو نفر از قبل با هاجیون هماهنگ بودن و کلا انگار همه چیزو دارن برنامه‌ریزی میکنن. یه لحظه لایو رو صورت هاجیون فعال میشه تا برای بیننده ها توضیح بده که چی شده و همین لحظه اجاق پشتش یهو روشن میشه. چراغای اتاقم خاموش میشن و هاجیون تصدیه تا همه چیز به حالت عادی برمیگرده. بقیه هم میبینه که به آزمایشگاه زیرزمینی رفتن و به پیشنهاد شارلوت از اونجا هم فیلم بگیرن. متأ این بار خود دخترم خیلی میترسن چون عروسکی که قبلا روی زمین بود حالا رو طبقه یک کموده. یکی از پسرها عکسای اتاق مدیر رو نشون میده و میفهمن عروسک برای یکی از بیمارها بوده. سونگ ووک برش میداره که یه رفع شارلوت با جیغی از اتاق خارج میشه. وقتی بقیه میرن پیش رو میگن چی شد، شارلوت میگه هیچ وقت تو همچین جاهایی نباید به عروسک ها یا لوازم دیگران دست بزنید چون ممکنه با همونا تسخیرتون کنن. جیون و آهیون هم باز میرن به طبقه 4 و اطراف اتاق 402 چند تا دوربین بیشتر میذارن تا آماده شن. 4 نفر دیگه هم به گشتن زیر زمین ادامه میدن و به قسمت میرسن که یه سری کمد روی زمینه. شبیه تابوتن و همشون یه سوراخ روشون هست. سونگ ووک یکیشون نگاه میکنه و با بردن دستش داخل کمد یهو انگاری که میگیرتش رو داد بزنه. خب دفعه قبلم دیدیم که اتاق مدیر رو صحنه سازی کرده بود و مشخصا این رفتارش هم الکیه. جی هیون هم که باور نداره دست خودش رو داخل سوراخ میکنه و این بار واقعا یکی میگیرتش. بقیه به زور کمد جداش میکنن و حالا رد چنگهای متعدد روی دستش که همه میترسن، مخصوصا که حالا در کمد هم خود به خود باز میشه و شال دور گردن شارلوت میره هوا. سریع اتاق خارج میشن. روبروشون همون متنیه که شارلوت رو دیوار نوشته بود، اما این بار جمله زیرش از بیا زندگی کنیم به بیا بمیریم عوض شده. هاجیون که فهمیده واقعا اتفاقات ترسناک شدن، سریع این لحظه رو با فیلم قبلی شارلوت مقایسه میکنه و مطمئن میشه که جمله عوض شده. اما برای اینکه سونگ ووک و سونگ هون، کسایی که تا الان همه چیز رو هماهنگ میکردن، نترسن جان زنان و از طرفی هم انگار تعداد بازدید کننده ها حالا به چند صد هزار نفر هم رسیده، بهشون دروغ میگه که هیچی عوض نشده، شارلوت فقط توهم زده. اما این دو نفر خیلی ترسیدن و یه لحظه صدای هاجیون رو قطع میکنن و مشورت میکنن. بعد دوباره وصل میشن و بهش میگن اگه درصد ما رو از پول لایو بیشتر کنی حاضر مدارو بدیم. هاجیون هم به ناچار قبول میکنه. این در حالیه که شارلوت و جی هیون بعد تغییر متن روی دیوار خیلی دیگه ترسیدن و از تیمارستان در رفتن. همینطوری تو باغ میدوئن و بالاخره به لباس زیری که از درخت آویزون کرده بودن میرسن. اما هرچی ادامه میدن چند بار دیگه هم همین لباس رو میبینن و انگار اصلا راه تموم نمیشه. یه لحظه شارلوت زیر پای خودش همون لاشه مرغ میبینه که تو آزمایشگاه بود و داد میزنه و دوستش جیهون نگاه میکنه که سر جاش ثابته. وقتی میره روبروش چشمای جیهون بستن و تو حال خودش نیست. یه لحظه باز میشن و حالا کاملا مشکیان. جیهون شروع به گفتن که سری جمله عجیب میکنه و شارلوت که داره جیغ میزنه توسط نیروی یه لحظه میره هوا و میخوره زمین. بالاخره چادر هاجیون رو میبینه و میدوه سمتش. همین که میره تو انگار دوباره برگشته به تیمارستان. میریم پیش سانگ ووک و سانگ هون. در حال گشتن به اتاق دیگه میرسن که ازش صدا میاد. میرن داخل و روبروشون ویلچری در حال حرکته.
در اتاق بسته میشه و همین که برمیگردن همه لوازم اتاق رو هواه، همشون به اطراف پرت میشن و این دو نفر هم جا خالی میدن، اما در آخر سانگووک با برخورد یه وسیله به خودش بیهوش میشه. سانگوون هم وحشت زده است و نیروی با قدرت اون از اتاق بیرون میکنه. سری بلند میشه که برگره پیش دوستش، اما حالا در بسته میشه و ضربه‌ای که بهش میخوره اونم بیهوش میکنه. دوباره شارلوت رو میبینیم. وقتی دوباره فهمید به تیمارستان برگشته، کنار خودش جیهون رو میبینه که همچنان تسخیر شده است. پای شارلوت به چیزی میخوره و زیر پاش عروسک نفرین شده رو میبینه. حالا روبروی خودش کنار جیهون یه مرد برهنه با زخمی بزرگ روی سینه و شکمش سر میرسه. همه جا تاریکه و شارلوت با وحشت به در میگه بره بیرون، اما موفق نمیشه و گرفه جیهون رو روبروی خودش میبینه که دوباره همون جمله های وحشتناک رو به زبون میاره. تنش بالاست و مرد برهنه از پشت سرش گردنش رو میگیره. دورمین چیزی رو نشون نمیده، اما از صداها مشخص شارلوت هم مثل دوستش به دست تاریکی افتاده و گرفه کشته میشه. سانگوون رو میبینیم، بالاخره به هوش میاد. هنوز از دوستش سانگوون خبری نیست و با سرعت میدوه سمت دو نفر باقی مونده، یعنی آهیون و جیون، تا از اینجا در برن. اما اونا قبول نمیکنن و سانگوون بالاخره مجبور میشه اعتراف کنه مراسمی که اجرا کردن مسخره بازی بوده، اما حالا همه چیز واقعیه و باید سری در برن. اتفاقا این حرفش توی لایو هم گفته میشه. یه دفعه توپ پینگ پونگی وسطشون میفته. از در نزدیکشون که اتاق شماره 402 هم هست، صدای جیغ شارلوت رو میشنون. سانگوون میخواد فقط در بره و دو نفر دیگه سعی میکنن شارلوت رو بیارن بیرون، اما در باز نمیشه. حالا طرف دیگه راه رو یه نفر میبینن که سمتشون میاد. در اتاق 402 خود به خود باز میشه و این دو نفر مثل تسخیر شده ها خوشکشون میزنه. دوربین هم خاموش میشن. آهیون و جیون به خودشون میان و با روشن کردن چراغا تو اتاقی که کفش کلن آب ریخته. هر دو سردرگمن و دو تا دست از پشت هر کدوم سعی میکنه چشماشون رو بگیره، اما نمیفهمن کیه و طرف دیگه شون هم سانگوون رو میبینن که اونم گیر کرده و همینجاست. سانگوون با دید در شب گوشه اتاق یه دختر با لباس مدرسه میبینه. یه لحظه دوربین قطع و وصل میشه و حالا همه بیمارهای تیمارستان انگار روبروشونن. آهیون یهو ساکت میشه و با سیاه شدن چشماش اونم تسخیر میشه. جیون هم همین اتفاق براش میفته و سانگوون وحشت زده توی پلک به هم زدن دختر مدرسه یا با صورت خونی روبروی خودش میبینه. حالا کار همه انگار تموم شده و هاجیون رو میبینیم که با نگرانی برای دوستاش تنهایی به داخل تیمارستان میاد. هرچی صداشون میکنه کسی جواب نمیده. به اتاق میرسه که یکی از دوربینهاشون روی زمین افتاده و همین که میخواد برش داره، دوربین یکی رو نشون میده که روی هوا معلقه و از پشت به هاجیون میخوره. مرد با وحشت دوربین روشن میکنه و پشت سرش زنی با صورت خونی وایساده. دور گردن هاجیون رو میگیره و سکانس دردناک اون رو خفه میکنه. در آخر سونگووک رو میبینیم، آخرین بازمونده این گروه که بعد پرت شدن یه وسیله تو سرش بیهوش شده بود. چشماشو باز میکنه و به صندلی چرخدار بسته شده. دوستاشو صدا میکنه ولی کسی جواب نمیده. صندلی خود به خود راه میفته و سونگووک از دریچه سلول ها بیمارهایی رو میبینه که با لبخند نگاهش میکنن. در اتاق 402 باز میشه و سونگووک پرت میشه داخلش. در قفل میشه و صفحه لایو میبینیم که سیاه شده. دقیقاً لحظه ای که بالاخره سونگوون اعتراف کرده بود همه چیز الکیه، انگار لایو متوقف شده. تعداد بازدید کننده ها دوباره به 500 نفر برگشته. اینجا میفهمیم نشون دادن چند صد هزار نفر به با عنوان بازدید کننده هم توسط نیروهای شیطانی اینجا بوده تا حاجیون و دوستاش بیشتر ترغیب شن که برن داخل، وگرنه اصلا لایوشون بیشتر 500 نفر نشده بوده. مردم دارن کامنت میذارن، همش الکی و صحنه سازیه. یه لحظه دوربین اتاقی میبینیم که دخترها توش آب مقدس گذاشته بودن. آب شروع به جوشیدن میکنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم های فاند فوتج همونطور که قبلا هم گذاشتم مثل فیلم های VHS نسخه سری کاملش، فیلم هایی هستن که خیلی با روان آدم بازی میکنن. اونم به خاطر اینکه شما خیلی ساده داری نگاه میکنی، انگار خیلی تو گوشی لایو میبینی، تو گوشی داری اینو استوری میبینی، یه پست اینستاگرامه یا اصلا فیلم های قدیمی خودته. و برای همینم وقتی اتفاق خیلی وحشتناک یه دفعه توش میفته، جامپ اسکری فوق العاده ترسناک و شکل میده و نه تنها همون لحظه میترسید، بلکه ممکنه مدت ها بعدم که یادش میفته یه ویدیو خیلی ساده میبینی اون صحنه توی ذهنت تداعی بشه و بازم همونقدر وحشت زده بشی. مهمترین مورد در مورد این فیلم این هست که تیمارستان گونچیام واقعا وجود داره. جزو یکی از 7 مکان فریکی یا وحشتناکی هستش که CNN هم معرفی کرده و همه معتقدن که واقعا این مکان تسخیر شده است و فیلمبرداری خود فیلمم انگار در مورد همونجا شکل داده. و خب داستان‌هایی که پشتش هست و در موردش حرف زده میشه همشون به روایتی میشه گفت واقعی ان، چون تو همه جا نوشته شده و خیلی کسی
کسایی که بازدید کردن ازش واقعا همین اتفاقات بعد براشون افتاده یا جونشون رو از دست دادن یا کلا گم شدن. یه سری هم که از اونجا سالم اومدن بیرون بعد مدت ها خودشون جون خودشون رو گرفتن. از این مکانات تو ایران خودمون هم کم نداریم. یه جستجوی ساده بکنید، یه سرچ بزنید، ببینید که چقدر محلهای مختلفی هست. اینطوری هم یکی از معروف‌ترینش هم توی تهران یه خونه هست که توی منطقه دربندم هست. در آخر هم چند تا چیز در مورد حقیقت این تیمارستان بگم. اولا که اون مدیر اصلیش که آزمایش‌های وحشتناک انجام داده مقصر همه چیز بود. یه سری‌ها میگن که زنده است و فرار کرده به آمریکا، برای همین هم از که توی فیلم اندازش خبری نیست. و اینجا که صحبت می‌کنم میگن خیلی از مردان روحای مختلف دیدن، چه دختران دبیرستانی چه از همون بیمارهای اونجا، ولی هیچ کس تا به حال روح این مدیر اصلی رو ندیده. برای همین هم خیلی‌ها معتقدن که واقعا فرار کرده و اصلا اونجا نمونده. نکته دیگه هم این که این تیمارستان از اواخر دهه 90 بود که کلا بسته شده، یعنی نزدیک به 24 5 سال پیش بوده که بسته شده کلا و تا قبل از اون فعال بوده و واقعا هم از کمی آزمایش‌های وحشتناک توش رخ میداده. یه مجموعه خیلی بزرگ چند تا ساختمان مختلف داره این تیمارستان و این ساختمونی که اینا رفتن توش همون جایی بودش که تو واقعیت هم میگن آزمایشاتش رخ میداده و تمام اتفاقاتی که توش افتاده، یه سری مدارکی که جمع شده، همشون میگن که خیلی از افراد از کره شمالی و کره جنوبی بودن که تاثیر ژاپنی‌ها به اینجا آورده میشدن و دور از چشم دولت، که دور از چشم مردم در اصل این کارا رو میکردن تا حالا آزمایشات پزشکی، همون کارهایی که همون جنایتایی که بارها بارها رخ داده رو دوباره انجام بدن. دیگه همین، از اینجور جاها کم نیست همونطوری که گفتم و مخصوصا وقتی که به اینجور جنایت و آزمایش‌های وحشتناک انسان‌ها میرسه خیلی زیادن. مثل همون جاهای مختلف که توی آلمان در دوران جنگ جهانی بود و روی یهودی‌ها خیلی آزمایش‌ها رو می‌کردن یا روی آمریکایی‌ها، کلاً تمام اسیرهای جنگی. و خب صحبت در موردشون باعث میشه آدم کلاً به انسانیت و ذات انسان شک بکنه که چرا باید یه آدم انقدر وحشی بشه که حاضر باشه همچین کارهایی رو با یه آدم زنده بکنه برای اینکه بتونه خودش رو خفن جلوه بده و به یه چیز جدید برسه و بگه من اینو کشفش کردم. چیزی که توی این فیلم به یه شکل دیگه انگار خود فیلمم داره ما میگه. چند نفر برای اینکه بگم بازدیدکننده‌هامون خوبه، بگن کانال خوبی داریم و معروف بشن، دست به همچین کاری میزدن و یکی مثل همون حاجیون حاضر بود جون رفیقاشو به خطر بندازه فقط برای اینکه ویوهاش بره بالاتر. و میگم انگار میاد همه این داستان‌ها رو به یه شکل کوچیک‌تر توی فیلم به ما نشون میده که برای شهرت مردم حاضرن دست به چه کارهایی بزنن. دوستتون دارم، لایک کامنت سابسکرایبتون نره، توی کانال زاپاچون بشید. روزتون هم گلسی.